آخر است که میاد و مدالاشو دریافت میکنه. فرهاد مجیدی در آغوش برادرش فرزاد آقای بیژن طاهری قرار گرفته. میدون شوش به دنیا اومدم، تو خیابون ری میدون قیام و مولوی بزرگ شدم. از همونجا فوتبال رو شروع کردم. یه روز رفتم زمین راهن، دیدم یه آقایی داره تو زمین سنگ جمع میکنه. رفتم بهش گفتم ما میخوایم تست بدیم. اون آقای مدد، آقا مدد بود، رسول مدد نوعی، که گفت فردا بیا. و که ما فردا رفتیم تست دادیم و دیگه سرنوشت ما این بود که تو تیم راهن بازی کنی. حالت من تو زیر مجموعه راهن تیم افشینم بازی میکردم که مربی استاد اردشیر لارودی بود. بعد از اونجا به تیم پاس رفتم، بعد برگشتم بزرگسالان راهن. وقتی اومدم بزرگسالان راهن که خب به گربه سیاه معروف بود تو فوتبال ایران، هم استقلال میبرد همیشه، هم پرسپولیس رو میبرد. دیگه دوران اوج و شکوفایی ما تو تیم راهن بود که یه مش بچه 17-18 ساله مثلا فرشاد پیوس بود، مرتضی یکه بود، امیر قلعه‌نویی بود، همه هم سن و سال هم بودیم، 17-18 ساله اون بود. یه تیم بسیار قوی داشتیم که مربی اونم آقای ناصر ابراهیمی بود. از اونجا فوتبال رو شروع کردیم تا سال 61 که آقای بهتاش فریبا، چون از دوستای من بود تو زمانی که تو راهن بودم، همیشه نکات فنی رو به من گوش زد میکرد، به من گفتش که بیام استقلال، که من رفتم. من سال 62 رفتم استقلال، سال 62 تو تیم استقلال بازی کردم. اولین بازی که بازی کردم تو تیم استقلال بازی با دارایی بود که استقلال 7 تا زده بود. من اون بازی ذخیره بودم. فکر میکنم تو تاریخ بی سابقه باشه که تو 20 ثانیه که من تعویض شدم، اولین توپی که به پای من خورد رفت گل، یعنی گل شد، که هنوزم میدونن همه. من یه عکسی هم دارم که ایسما، یکی از بازیکن‌های استقلال که زمان شفر بود، تو 52 ثانیه بعد تعویضش گل زده بود، من تو 20 ثانیه، یعنی بلافاصله بعد اینکه اومدم تو زمین کورنر شده بود، حاجیلو داد به احدی، احدی سانت کرد، من همون توپو زدم تو گل. نیمه اول که بازی تموم شد، بازی 0-0 بود دیگه، ناصر خان اومد تو رخکن گفتش که میبینید که شما از اونا چیزی کمتر ندارید. درسته اون تیم پرسپولیس و مثلا کشور ایران فوتبالش از ما پیشرفته تره، ولی ببینید که خیلی تیم معمولیه. و این یه قوت قلبی، خب به هر حال بچه های بنگلادش همه هم جوان بودن، یه مقداری قوت قلب داد. ما با فرشاد پیوس از بچگی، از 14-15 سالگی با هم دوست بودیم. بله. تو راهن هر دوتامون هم حتی خونه همدیگه میرفتیم با فرشاد، اینقدر با هم نزدیک بودیم. اصلا فرشاد میومد خونه ما، من میرفتم خونه شون. بعدم با هم تو تیم نیرو هوایی بودیم، از اونجا با هم جدا شدیم. یعنی فرشاد رفت پرسپولیس، من رفتم استقلال. دوست داشتم فرشاد می اومد. بازی با زوباهن، من اومدم تو هتل المپیک بودیم، دیدم تیام داره پلا میره بالا، داد و بیداد میکنه، خیلی شکایت داره. دویدم اینو اونو صدا کردم، گفتم بچه‌ها تیام هی میگفتن چیه، میگم نه من باید امشب برم. نمیدونم کی بهش گفته تو امشب نمیتونی بری، از کشور خارج نمیشی، تو ممنوع خروجی. اگه یادتون باشه فیلمو ببینید، ثانیه 30-40 ثانیه تیام کف پا میره رو میلاد فخرالدینی که اخراج شه. میخواستن تیام اون بازی بازی نکنه. اینو بهش گفته بودن به همش بریزن. میخواستن خب کیا بودن؟ نمیدونم.
نمیدونم کی بهش گفته تو نمیتونی امشب بری، که بعد اومدیم مهدی رحمتی اومد باش صحبت کرد، گفت من تو رو امشب از فرودگاه سوار هواپیما میکنم، بهت قول میدم تو تمرکز بذار برای این بازی، که اومد ثانیه 20 اینو قشنگ یادمه که کف پا رفت که کارت زرد بهش داد داور. اون بازی هم عملکردش خوب بود فکر کنم، 3 تا گل زد. بعد اون بازی سرور رفت، تیام رفت، مجید حسینی رفت، امید ابراهیمی رفت، تیم رو خالی کردن. دقیقا اصلا قرار نبود کی پنالتی بزنه، کسی در مورد پنالتی زدن صحبت نکرده بود، فقط مهدی رحمتی اومد به منشا گفت، چون تو پرسپولیس بودی، نگفت فرشید اسماعیلی بزنه یا منشا تو نزن، که واقعا اونجا هم در حق مهدی رحمتی اچاف شد که همه جا زدن گفتن مهدی رحمتی گفته که منشا نزنه اسماعیلی بزنه، که حالا همون بازی هم باعث شد که دیگه کلن مهدی رحمتی استقلال بره دیگه. بله مهدی رحمتی خیلی زحمت کشید برای استقلال، خیلی. شما میدونستید ایشون میخواد بره؟ نه من نمیدونستم، واقعا نمیدونستم، برای همین موقع داشت گریه میکرد. شما هم گریه کرد؟ گریه کردم، فکر میکردم از شادیه، بعد 9 سال تیم قهرمان شده با اون همه سختی که اون سال کشیدیم، خیلی اون سال سال سختی بود، ولی اون شب خستگی رو واقعا از تنمون در آورد، وقتی میدونم 100,000 نفر آدم اونقدر شادن خستگیمون در رفت. یک فصل شما بدون شکست قهرمان بشی، بعد نوار قهرمانی های پرسپولیس رو پاره بکنی، اون رکورد پا بر جاه، اون رکورد پا بر جاه سالهای سال، شاید خود آقا فرادم دوباره بیاد نتونه اون رکورد حفظ کنه، اون رکورد جاودانه میشه، بهتون قول میدم. سافینتور هم من همه جوره حمایت میکردم، حالا اگه اختلافی بود، دعوایی بود، میرفتیم یه جا، یه موقعی اختلافی پیش اومد با یه نفر تو فرودگاه، تو هواپیما، تو نمیدونم گیت هواپیمایی، من مجبور بودم از سرمربیم دفاع کنم، من نمیتونم پشت سرمربیمو خالی کنم که. بعد یه اتفاقاتی میافتاد، اینم یه مقدار عصبی بود. حالا من فکر میکنم که بهش اطلاعات غلط کسی میداد، مثلا میگفتن این با تو بده، مثلا یکی رو میگفتن این دیگه دیدش نسبت به اون عوض میشد، اگه یه مقدار عصبی میشد سر این چیزا بود. آقای فتح‌الله‌زاده میخواست آقای ساپینتور رو برداره، به شما چیزی گفته بودن در مورد برکنار کردنشون؟ بله به شما گفتون که آقای فتح‌الله‌زاده گفتن که میخوان برشون دارن. بله ولی این اتفاق نیفتاد یا به عمر آقای مدیریت آقای فتح‌الله‌زاده نرسید، یا این که حالا دیگه تیمش تیم اون بعدش نتیجه گرفت، تیم چند تا بازی رو برد، دیگه نمیشد تغییر بده سرمربی. شاید هم حالا شما آدم شفافیتون، خود شما هم میخواستن بردارن درسته؟ منو میخواستن بردارن ولی ساپینتو اجازه نمیداد، حریف ساپینتو نمیشدم، ولی دیگه اون دوره گذشته دیگه. میگم من یه زمانی نقطه قوتم این بود که آقا شما فلانی جنتلمنی اخلاقی فلانی اومدی کنار تیم، بعد این شد ضعفم، آقا این زیادی خوبه، شما هم باید مثل فلانی بشی، خب اگه فلانی بده چرا من باید بد بشم؟ ما بیایم بدا رو خوب کنیم، نه خوب آرام بد کنی. اینا چیزایی که عوض شده. همیشه میگفتن که آقای کاری کنار زمین شروع کاری نمیکنه. من اخلاقو با جام عوض نمیکنم. من تو مکتب استقلال بزرگ شدم، زیر دست ناصر جادی بزرگ شدم، کسی که خودش هم کسی بود که واقعا اخلاقش زبان زد بود، یا بزرگای دیگه که تو این باشگاه بودن، اونا همه دنبال اخلاق بودن، اول همیشه هم میگفتن اول درد بعد اخلاق بعد فوتبال، همیشه هم به من میگفت شعر داستان این بود، میگفت بیژن پرزیدنت، میگفت تو باید مدیر عامل این باشی. دیجه پرزیدنت
همیشه من میگفت تو باید پرز، تو باید مدیر عامل این باشگاه باشی. میگفتم من پول ندارم. میگم مگه اینا دارن؟ ما 50 سال جام ملت‌ها رو نگرفتیم. ضمن اینکه با لیاقت ترین کسی که باید انتخاب میشد شد. شاید خیلی زودتر از اینا باید قلعه‌نویی انتخاب میشد برای تیم ملی. من اعتقاد دارم که قلعه‌نویی الان دیگه هم پخته شده، هم با تجربه است، هم تجربه گذشته 2007 داره که مربی تیم ملی بود. به نظر من الان یه مربی پخته شده، یه مدیر جا افتاده میتونه به تیم ملی کمک کنه. تیمای دیگه خیلی قوی شدن. اینکه ما میتونیم جام ملت‌ها رو بگیریم یا نه، ما هم میجنگیم، ما هم بازیکنای بزرگی داریم، ما هم تیممون خوبه. من آرزوی موفقیت میکنم، واقعا دلم میخواد که قلعه‌نویی این طلسم 50 ساله رو بشکنه. به خودشم گفتم روز اولی که مربی تیم ملی شد، واقعا براش آرزوی موفقیت کردم. گفتم امیدوارم که جام ملت‌ها رو بگیری که واقعا از این فشار 50 ساله تیم ایران خارج بشه.